مخابره عاجل فرمانده بریالای سنگین از بلندهای هندوکش. سلام و وقت خوش داشته باشین بینندگان عزیزی را که همکنون کانال خبری ما را دنبال می نمایند. مشروع خبرها: طالبان در بلخ در تلاش جمع‌آوری آمار نظامیان حکومت پیشین اند. 13 ساعت قبل اطلاعات روز. منابع معتبر در بلخ می گویند که ریاست استخبارات طالبان در شهر مزار شریف مرکز این ولایت از وکلای گذر خواسته است که فهرست نظامیان حکومت پیشین را تهیه کنند. دست کم 4 منبه امروز یکشنبه 13 قبل به روزنامه اطلاعات روز گفتند که از 3 روز به این طرف نمایندگان گذر در تمامی بخش های شهر مزار شریف فهرست کارمندان ملکی و نظامی را گردآوری می کنند. با این حال نظامیان پیشین درباره امنیتشان ابراز نگرانی کرده اند. آنان می گویند که توان خروج از کشور را ندارند و شب و روز را با ترس و دلهره سپری می کنند. طالبان پیش از این هم برخلاف فرمان عفو عمومی رهبرشان برخی از نظامیان را بازداشت، شکنجه و کشته اند. نظامیان پیشین در کنار این که با انتقام جوی طالبان مواجهند، بیکار و بی سرنوشت نیز هستند. دشمن اشتباهی 74. یک عضو پیشین نیروهای پلیس توسط طالبان در کابل کشته شد. این در حالی است که حقوق بشر زیر حاکمیت طالبان روز شمار کشتار، بازداشت و شکنجه. همچنان این در حالی است که به نقل صفحات اجتماعی در توییتر، فرمانده خالد امیری: این دیار مسعود است، سرزمین ها اشغال می شوند، رزمندگان شهید می شوند و دوباره آزادگانی متولد می شود و این خط را با خون خود آبیاری نموده رنگ آزادی می بخشند. اخیراً درگیری های شدید میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان در اندراب ها و خوست فرنگ شدت گرفته است، اما چند هفته می شود که هیچ تحرکی از سوی جبهه مقاومت ملی در این ولایت اتفاق نیفتاده است. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. برای حمایت بیشتر لایک، سابسکرایب و کامنت نموده تا از جدیدترین و بروزترین ویدیوهای ما با خبر شوید.